عضو کالج روانشناسان آنتوری، مؤسس و مدیر مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی راه نو هستن که در خدمتشون هستیم و باعث افتخار هستش که این تماسی که با کارشناس محترم داریم به صورت تصویری انجام میشه، برای اینکه رفاه شنوندگان، برای اینکه راحت‌تر باشن و میتونیم سوالاتی که شما برای ما در طی این یکی دو روز که ما عنوان کردیم براتون برای ما ارسال کردی رو قرار است از ایشون بپرسیم. خیلی خوشحال هستیم ایشون روی خط هستن. جناب آقای دهقانپور سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقتتون بخیر، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین که پاسخگوی سوالات شنوندگان باشید. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور عرض احترام و سلام خدمت بینندگان و شنوندگان، و خیلی خوشحال هستم که این فرصت داده شده که بتونیم دقایقی رو در خدمت دوستان باشیم. خیلی متشکر از شما آقای دهقانپور. خب شرایط قرنطینه هست و خب خیلی از افراد، خانم ها، آقایون، همگی خونه هستن و حالا بنا به شرایطی که پیش اومده ممکنه این شرایط ایجاد یه نوعی منجر بشه به تنش بین اعضای خانواده، خصوصا خانم و آقا، زن و شوهر. چطوری ممکنه مثلا این قرنطینه باعث ایجاد تنش بشه؟ چه اتفاقی مگر میفته؟ چه شرایطی تغییر میکنه؟ یه توضیح کلی اگر بفرمایید تا بعد موارد سوالات شهروندان و شنوندگان بشه ممنونتون میشم. خواهش میکنم. در نظر داشته باشیم که این قرنطینه در حقیقت یه راه حل پیشنهادی برای مبارزه یا کنار اومدن با شرایط مخاطره آمیزی که الان توی دنیا به وجود اومده، و قرنطینه خود به خود شخصا نمیتونه مشکل زا باشه. باید در قرنطینه رو در کانتکست این بافت کلی این تغییری که تو زندگی هممون به وجود اومده درک بکنیم، تغییری که مناسبات اجتماعی، زندگی، اقتصادی و ارتباطی کل دنیا رو عوض کرده و اون دنیای آشنایی که ما باهاش سالها زندگی کرده بودیم و روش برنامه‌ریزی کرده بودیم همش به هم ریخته. بله. بنابراین انسان‌ها در قبال چنین شرایطی واکنش‌های شخصی رو به این مسائل نشون میدن، از جمله افزایش اضطراب‌ها و تنش‌های درونیشون. و قرنطینه یکی از راه‌هایی که اصطلاحاً بر مبنای نظریه سوشال دیستنسینگ، فاصله گذاری اجتماعی، به وجود میاده و به وجود اومده. بله. و یکی از تبعات فاصله گذاری اجتماعی کاهش فاصله شخصیه، اون پرسونال اسپیس. و وقتی پرسونال اسپیس ها کاهش پیدا میکنه، بسته به اون بافتی که ارتباط هست، میتونه که مبنا و اساسی باشه برای اینکه تعارضات قبلی افزایش پیدا کنه و یا تعارضات جدیدی توی رابطه به وجود بیاد. بله، بله. صداشون رو نداریم ایشون. نه دیگه صحبتشون کردن دیگه، حالا منتظر سوال شما. بله. من دارم ببخشید، من فکر کردم که صداتون قطع شد یک لحظه. جناب آقای دهقانپور عزیز، خب کدوم دست از زوجین بیشتر ممکنه حالا دچار اختلاف در عقیده، اختلاف در سلیقه، بگو مگو بشن که ظاهرا آنچه که آمارهای جهانی نشون میده دست تماس تلفنی با مشاورین تلفنی خیلی آمارها بالا بوده، بین کدام دست بیشتره اساسا این بگو مگوها و میشه انتظارش داشت؟ بله، متاسفانه آمارایی که تو برخی از همه کشورها آمارایی بیرون نیامده، اما از برخی کشورها مثل خود کانادا، مثل خود چین، ایران و آمریکا اومده، نشون دهنده افزایش مثلا خشونت‌های خانگیه. توی چین افزایش چشمگیری توی درخواست‌های طلاق بوده، اگرچه افزایش طلاق، درخواست طلاق تو کانادا و آمریکا هنوز دیده نشده، اما واقعا کارشناسان چنین انتظاری رو دارن که چنین اتفاقی بیفته. اینکه واقعا افراد چقدر توانایی درک احساسات و واکنش هاشون رو نسبت به این مسئله داشته باشن، خیلی فاکتور مهمیه که بتونن تو این شرایط راه‌های مقابله‌ای و کنار اومدن سازگاری رو پیدا بکنن. چه کسانی بیشتر ممکنه دچار مشکل بشن؟ مطمئن کسانی که قبل از این شرایط دچار اختلافات و تعارضات زناشویی بودن، این شرایط تعارضات زناشویی رو افزایش پیدا میکنه.
یک دسته از خانوادهایی هم که حداقل تو تجربه من و همکارام دیده شده که تعارضات بیشتر شده، خانوادهایی هم که بچه هاشون دچار شرایط اختلالات خاصن، مثلا بچه هایی که دچار استراب هم، بچه هایی که دچار ADHD هستن و خود به خود کنار اومدن با اون بچه ها تو شرایط قبلی دچار مشکل بوده براشون، توی شرایط کنونی اون مشکلات دو چندان شده و اون مشکلات بارتر شده و این خانواده ها دچار تعارضات بیشتری میشن نسبت به خانواده هایی که قبل از این اوضاع ارتباط بهتری داشتن و رضایتمندی بیشتری داشتن. خب حالا با این شرایطی که میفرمایید، این زوجین، این همسران چه مهارتهایی رو باید کسب بکنن تا بتونن این تنش ها رو و این حالا شرایط قرنطینه خانگی رو به یک فرصت تبدیل بکنن و حالا میزان تنش ها رو کم بکنن و به هم نزدیکتر بشن از نظر روانی؟ حداقل تو 2 سطح افراد باید روی مسائل کار بکنن. واقعا یکی سطح شخصیشونه، ببینن که خودشون در واکنش خودشون نسبت به این مسئله چجوریه، نگرانی هاشون، ترس هاشون، استراب هاشون چیه، و در یکم سطح ارتباطیه که بتونن با همدیگه در مورد این نگرانی ها صحبت بکنن. بنابراین ارتباط، ارتباط، ارتباط کلید برون رفت از این مسئله است. این که بتونن افراد با صحبت با همدیگه این سوال های اساسی رو از همدیگه بپرسن، ببینن که هر کدومشون چه واکنش هایی و چه ترس هایی رو دارن تجربه میکنن، با هم دیگه سهیم بشن، صحبت بکنن در مورد این و ببینن چه جوری و چگونه هر کدوم میتونن آرامش پیدا کنن تو این مخاطرات. ببینید این شرایط کنونی در حقیقت برهم ریختن ساخت و برهم ریخته شدن و برهم ریختن ساختار و نظمی بوده که قبلا زندگی هممون داشته. بنابراین بی‌نظمی باعث استراب و آشفتگیه. بنابراین یکی از مهارت‌هایی که والدین باید و زوجین باید روش کار بکنن اینه که بتونن نظم دوباره و ساختار دوباره رو به زندگیشون بدن بر اساس مشخصات و مختصات هر خانواده. بی نظم گذاشتن و بی ساختار گذاشتن باعث افزایش تنش، باعث افزایش آشفتگی و مطمئنن کمکی نخواهد کرد که بتونن از این وضعیت مخاطره آمیز برون برن، خارج. جناب آقای دهکانپور، این راه حلی که فرمودین به عنوان یکی از مهارت ها برای حل این مسئله، خب خودش هم مهارت خاصیه ارتباط، و واقعا بعضی ها حالا براشون سخت‌تر ارتباط گرفتن و یا راه های ارتباط صحیح رو نمیدونن و اصلا همین ارتباط خودش براشون یه قسمت مشکل سازه. چه توصیه‌ای دارین برای اینکه یک ارتباط سالم و صحیح و یه گفتگوی مناسب داشته باشن؟ چه کار بکنن به صورت عملی؟ چه رویکردی داشته باشن؟ خب خود این که چگونه میتونن افراد ارتباط های مهارت های ارتباطی رو تو خودشون افزایش بدن، تو میکنم یه جلسه مجزایی میخواد که در موردش پرداخته بشه. اما یه اتفاقی که میفته تو این موارد استرس زا و مخاطره آمیز، اون مایه عاطفی مثبت بین روابط کاهش پیدا میکنه. بنابراین یکی از چیزهایی که ما با زوجها توصیه میکنیم که انجام بشه اینه که اون فرهنگ قدردانی و اپریشیشن رو توی ارتباطشون بیارن. و الان فرصتی بیشتری رو زوجها با همدیگه میگذرونن و یکی از موارد اختلافزایی بین زوجها عدم شناخت از همدیگه است. الان فرصتیه که بتونن افراد صحبت بکنن، همون توصیه که اول کردم، ببینن که هر کدوم چه ترس و استراب هایی دارن تو این زمینه، تو این وضعیت الان، و چجوری میتونن به همدیگه کمک کنن که از این شرایط خارج بشن. یه اتفاق دیگه‌ای که میفته بین زوجا و اونو من بهش میگم تله‌های ارتباطی، یکی سرزنش کردن همدیگه است. ما می‌بینیم که میزان سرزنش و بلیم کردن همدیگه افزایش پیدا می‌کنه. بدونیم که سرزنش یکی از موارد کشنده هر ارتباطیه. هیچ ارتباطی با سرزنش همدیگه بهبود پیدا نمیکنه و جایی نمیره. هر کسی که سرزنش میشه مطمئنا سرزنش میکنه. بنابراین اگر این تون ارتباطی، این ویژگی تومون هست که در برخورد با مشکلات به همدیگه میپریم و سرزنش میکنیم، الان وقتشه که نگاه بکنیم بهش و سرزنش کردن رو تو ارتباط اون کاهش بدیم
و راه‌های دیگه رو پیدا کنیم برای ابراز نگرانی و احساسات و تجربیات خودمون. بسیار عالی. جناب آقای دهخانپور، یک مسئله دیگه که خیلی الان با توجه به که خب زوجین خیلی با هم نزدیکن از نظر فیزیک، همونطور که شما فرمودین، مسئله حریم خصوصی بین زوجین هستش. آیا این شرایط حریم خصوصی تفاوت پیدا میکنه نسبت به گذشته؟ خب قبلا یه ساعتی از هم دیگه دور بودن، میتونستن با تلفن همراهشون مثلا مشغول باشن به نوعی. این چه کار میشه که چه راهکاری وجود داره برای اینکه اجازه ندیم این قضیه حریم خصوصی یک مانعی بشه یا یک باعثی بشه، دلیلی بشه بر تنش، ایجاد تنش بین زوجین؟ قبلش اگه اجازه بدید آقای دهخانپور، ما یه ارتباط تلفنی رو برقرار کنیم. لطفاً اونو ارتباط رو برقرار کنید، هولدش بفرمایید که ما برداریم صحبت شنوندمون رو اول بشنویم. بله، از جاییت داره حتما. اگه لطف بفرمایید. سلام عرض میکنم، رادیو آرینا بفرمایید، در خدمتتون هستیم. سلام، روزتون بخیر. سلام، روز شما هم بخیر. من میخواستم یه سوالی بپرسم. اولا سلام خدمت شما و زهره خانم عزیز. سلام عزیزم. و کارشناس محترم برنامه‌تون. میخواستم ازشون یه راهنمایی و مشورت بگیرم اگر امکانش باشه. بله حتما بفرمایید. من یه سینگل مام هستم که اینجا زندگی میکنم و دو تا بچه خیلی کوچیک دارم. با توجه به این روزای قرنطینه که واقعا به همه سخت داره میگذره، من یه راهنمایی که میخواستم اینه که خب برای من احساس میکنم خیلی شاید بیشتر از بقیه فشار رو بخوام تحمل کنم، فشاری رو من باشه رو حساب هر صورت، حالا خود آدم بزرگ و یک جور اذیت میشن، دو تا بچه کوچیک هم یه جور دیگه، ما میخوایم اینا در واقع میخوام براشون مادر محکمی باشم ولی خب خیلی سخت داره میگذره. میخواستم راهنمایی کنم، ممنونتون میشم. بسیار عالی. آقای دهخانپور شما سوال شنیدید دیگه؟ بله بله من شنیدم. خیلی متشکرم. پس من با شما خدافظی میکنم، از طریق رادیو برنامه رو گوش بدید ادوایز آقای دهخانپور رو. سپاسگزارم، خیلی ممنون از شما و کارشناس. ممنون، خدافظ. البته ما سوال مشابهی هم داشتیم که حالا میخواستم در آخر بپرسم، حالا آقای دهخانپور ممنون میشم که. خواهش میکنم. حالا این یه بحث اینه که بچه ها نسبت به این مسائل و این تغییر زندگی چه برخوردهایی و چه واکنشهایی دارن. این بستگی به سن بچه هامون داره. بچه های کوچکتر مطمئنن درکشون و فهمشون از شرایطی که داره اتفاق میفته با بچه هایی که بزرگتر هستن متفاوته و با هر کدومشون به طور مجزایی باید صحبت کرد. همینطور بستگی داره که بچه همون چه ویژگی های شخصی داره. بچه هایی که سطح اضطراب بالاتری دارن لازمه که والدین طوری اطلاعات و اخباری که مربوط به شرایط هست رو با بچه ها در میون بذارن که بچه ها استرابشون افزایش چشمگیر یا خارج از کنترل نشه. همونطوری گفتم خیلی مهمه که برای بچه ها ما بتونیم روتینی رو تعریف بکنیم با توجه به شرایط موجود که مدرسه‌ای وجود نداره، همه چی تغییر پیدا کرده، معلمی نیست، روابط دوستان نیست، پارک ها و خیلی جاها پارک ها بسته شده، کلاس هایی که بچه ها می رفتن بسته شده، بچه ها دوچار یک آشفتگی میشن. دو تا چیز رو باید مواظب باشیم که بچه ها داشته باشن. یکی این که استراکچر و روتین روزانه بچه ها رو بریزیم. حالا ممکن نتونیم یک روتین یک ماه یا دو ماه بذاریم، روتین های روز به روز، هر روز برای روز بعد یک روتین و ساختار رو برای بچه تعریف بکنیم. و دو از این که بچه ها دوچار بردن بشن، دوچار ملال بشن، حوصله‌شون سر بره و خسته بشن باید جلوگیری بکنیم. یعنی باید در طول روز به عنوان والدین برنامه ای را هماهنگ بکنیم که بچه ها به طور مشخص و منظمی تو این برنامه ها درگیر باشن. حالا چه به شکل فعالیت های بدنی و ورزشی و فیزیکی توی خونه، چه به صورت درگیر کردن بچه ها توی فعالیت های معمول خونه مثل تمیز کردن خونه، مثل آشپزی و مثل غیره. فرمودن که چه شکلی میشه مادر قوی بود. واقعا خیلی شرایط خاصی، یعنی هنوز هیچی نمیدونه که قراره که چی بشه ها، و باید ما این انتخاب‌پذیری رو برای خودمونم قائل باشیم که ذهنمون رو روی یک شرایط خاصی ثابت نکنیم و بدونیم که مسئله الان ما نظم یافتن توی سطح دیگه ایه. نظم یافتن قبلی نیست، یعنی شاید به هیچ وقت نتونیم به شرایط قبلی بازگردیم، بلکه باید شرایط جدیدی رو به وجود بیاریم که بتونیم کنشوری و فانکشن
بهینه ای رو داشته باشیم. بنابراین واقعا توصیه‌ای که الان بتونم برای شما بکنم که حلال مشکلات باشه ندارم، برای خودم هم ندارم به عنوان یک کارشناس، و باید همگی با ذهن باز و امیدی بالا نگاه کنیم به آینده‌ای که داره میاد و بتونیم دل قوی بداریم تا شرایطی که داره هر روز متحول میشه و تغییر پیدا میکنه رو به خوبی پاسخ گوش باشیم. خیلی متشکرم جناب دهخانپور. البته خب موضوع صحبت ما به طور خاص امروز زوجین و اختلافات زن و شوهرها بود. حالا شنونده عزیزم تماس گرفتم، مرسی که در این باره هم توضیح دادید. من پرسشی پرسیدم خدمتتون که سوال شنوندگان بود، در صحبت با حریم خصوصی اگر که زحمت بکشون سوالم پاسخ بدید ممنون میشم. همونطور که فرمودین قبل از این اوضاع جدید افراد حریم خصوصی مشخصی داشتن و پرسونال اسپیس های اون فضای شخصی مشخصی داشتن، یا سر کار میرفتن یا جفت زوجین سر کار میرفتن و الان جفتشون تو خونه هستن. بنابراین یکی از توصیه‌هایی که الان انجمنهای روانشناختی و روان درمانی میکنن اینه که صحبت بکنیم در مورد حریم شخصی، که هر کسی بدونه که خودش چه حریم شخصی رو به چه مدتی هر روز احتیاج داره و همسرش چه مدتی احتیاج داره برای حریم شخصی خصوصیش. حالا هر کاری که میخوام بکنم 20 دقیقه فیلمی رو ببینه، موسیقی رو گوش کنه، با دوستاش گپ بزنه و گفتگو بکنه، اما مهم اینه که در مورد این گفتگو بشه، چون وقتی که ما بدون گفتگو به حریم شخصیمون میپردازیم برای طرف مقابلمون احساس طرد شدگی یا ندیده گرفته شدن دست میده. حریم شخصی حق هر کسیه و به نظر من باید که این حریم شخصی در طی گفتگو و در طی یک توافق انجام بشه و مطمئنا باعث استحکام رابطه میشه، و اما اگر گفتگو در موردش نشه میتونه که ضربه زننده باشه. بسیار عالی. جناب دهقانپور سوال دیگه ای رو شنوندگان مطرح کردن دیروز از طریق تلگرام با ما که از شما بپرسیم. متاسفانه خب به هر حال میدونید در جوامعی که یه مقدار همه چی ماشینی شده، طلاق عاطفی یکی از معضلات بزرگیه که در بین جوامع وجود داره، و با توجه به این قضیه قرنطینه، حالا آقا یا خانم صبح میرفته سر کار، بعد از ظهر برمیگشته، زیاد همدیگر نمیدیدن، اون کانفلیکت بین این دو نفر ایجاد نمیشده، اون برخوردها کمتر بوده، ولی الان با توجه به شرایط فعلی مجبورن در کنار هم بیشتر بشینن، در کنار هم در واقع یه جوری ببخشید، آره ببخشید که این جمله رو میگم، ولی یه جوری همدیگر مجبورن تحمل بکنن به دلیل اینکه ارتباط عاطفی قوی با هم ندارن. ضمن اینکه میخواستم اگه امکانش باشه راجع به این موضوع مقدار صحبت بکنید، و اینکه آیا به نظر شما این فرصت خوبی هست که این دو نفر رو یه جوری دوباره به همدیگه کانکت بشن و بتونن از این تهدید به عنوان یک فرصت استفاده بکنن؟ بله بله، مطمئنا الان کاری که حداقل من تو با کار با زوجانی که میبینم انجام میدیم همینه، که ببینیم الان این نزدیکی که پیدا شده مثل تیغ دولب میمونه، هم میتونه واقعا رابطه رو از هم بشکافه و هم میتونه یک فرصتی باشه برای اینکه افراد از نزدیک به همدیگه نگاه بکنن و بتونن فردی رو که سالها با زندگی کردن رو دوباره بشناسن. یه اتفاقی که میفته اینه که خیلی اوقات روابط یا مشکلات و تعارضات پنهان توی نزدیک شدن به هم آشکار میشه. یک سری ویژگی هایی که افراد میتونستن قبلا تو همدیگه تحمل کنن به خاطر اینکه فاصله فردی بیشتر بوده، الان که فاصله فردی کمتر شده اون ویژگی ها بیشتر دردآور و زجرآوره و افراد نمیتونن، تازه میفهمن که این ویژگی رو نمیتونن اصلا تحمل کنن. بنابراین پرداختن به این که آیا الان افراد میخوان رابطه رو افزایش بدن، کیفیت رابطه رو، و یا نه، و یا اصلا چقدر امید دارن که بخوان این کار رو انجام بدن، بله میتونه که توی شرایط کنونی فرصتی باشه که برای این کار انجام بشه. اما چه شکلی باید این کار رو کرد؟ میدونید همونطوری گفتم یک توافق دو جانبه برای دو طرف باید باشه که چه کارهایی میتونه باعث نزدیکی ما به همدیگه بشه، چه فعالیت های مشترکی میتونه باعث نزدیکی ما به همدیگه بشه، چه ویژگی هایی تو ما هست هم تو شخصی و هم تو ارتباطی که آزاردهنده است برای ارتباط ما و لطمه زننده است برای ارتباط ما. یک صداقت و یک جرأتی رو میطلبه از طریق زوجین
که این شرایط رو بتونن فرصتی درست بکنن برای اینکه بتونن این ارتباطاشون رو بهبود ببخشن. بله خیلی متشکر از شما جناب آقای دهقانپور که قبول کردین روی خط ما اومدین و به سوالات شنوندگان ما پاسخ دادید. خیلی متشکر. ما قطعا یک بار در طی برنامه دیگه با شما ارتباط زنده خواهیم داشت در رابطه با مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان که قطعا سوالات زیادی هم در این زمینه خواهد بود. مزاحم شما خواهیم شد. اگر که صحبت پایانی دارین در خدمتتون هستیم. خواهش می‌کنم. من خیلی خوشحال شدم که این فرصت در اختیارم قرار داده شدش که با شما با بینندگان و شنوندگان صحبت کوتاهی رو داشته باشیم. به طور حتم شرایطی سختیه و باید که با استقامت و با امیدواری دست در دست هم بتونیم از این شرایط بگذریم و من اطمینان دارم که با چیزی که میبینم حداقل در اونتاریو و تورنتو مردم درگیر شدن و درکی که از شرایط موجود پیدا کردن، به طور حتم میتونیم از این مخاطره سربلند بیرون بیاییم. خیلی متشکر، ممنون، وقتتون بخیر، عصر خوبی داشته باشین، تا ارتباط بعدی خدا نگهدار. متشکرم. خب خدمت آقای محمد دهقانپور بودیم، عضو کالج روانشناسان تورنتو، البته اونتاریو، و مؤسس و مدیر مرکز خدمات مشاوره‌ای و روانشناسی راه نو.